سلام دوستان خوش آمدین به یک ویدیو دیگه من در این ویدیو یوتیوب یک آپدیت مهم از کل بازار ارزهای دیجیتال برای شما میدم دوستان این ویدیو مثل هر ویدیوی دیگه نیست این ویدیو یک ویدیوی خیلی مهم هست این ویدیو پر از خبرهای مهم هست خبرهایی که میتونه روی کل سرمایه شما تاثیر بگذارن من برای شما سخت پیشنهاد میدم که ویدیو یوتیوب تا آخرین دقیقه ببینین اما قبل از شروع ویدیو مثل همیشه هم برای حمایت کانال کافی فقط روی دکمه لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال کانال را سابسکرایب کنین زنگال زنگاله روی آل قرار بدین تا ویدیوهای جدید کانال از دست ندین همین لحظه ای که من ویدیو رو برای شما میگیرم بیت کوین روی 16795 دلار پایین ترین قیمت را که بیت کوین در 24 ساعت گذشته دیده 16750 دلار بوده بالاترین 17114 دلار اتریوم در حال حاضر روی 1225 دلار ها. دو نیم درصد منفی برای اتریوم در 24 ساعت گذشته BNB دلار XRP پی 37 سنت دوچ 9 سنت کاردانا 31 سنت ماتیک 88 سنت خبر مهم از متیکم برای شما دارم پول کادو 5 دلار و 31 سنت در حال حاضر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال روی 875 میلیارد دلاره. یک 6 درصد منفی در 24 ساعت گذشته دامننس بیت کوین یک کوچیک رشد کرده چیزی که برای مارکت خوب نسته فعلا روی 37 درصده و دامننس ایتریوم یک مقدار دیگه هم پایین رفته چیزی که هم برای مارکت خوب نسته حجم معاملات کل بازار ارزهای دیشتان در 24 ساعت گذشته فقط 46.4 میلیارد دلار بوده. یک سری هم بزنیم به تریدینگ ویدیو همین لحظه ای که من ویدیو رو برای شما میگیرم اس روی 3941 دلار هسته شاخص دلار 105.4 اما در 24 ساعت گذشته اوراق قرضه دو ساله آمریکا یک رشدی خیلی کوچیک کردم و دلیل رشدشم در ویدیو دیروز یوتیوب برای شما صحبت کردم معلومات دادم که فعلا هنوزم بعض خبرهای بعد از اقتصاد کلان برای بازارهای مالی هستم اما اینجا رو ببینین دولت نایجیریا دیروز در 6 دسامبر اعلام کردند که از این بعد شهروندان نایجیریا روزانه بیش از 45 دلار نمیتوانند از حسابهای بانکیشان بکشانه و هفته ای بیش از 225 دلار واقعا ببینین بی چی کار میکنه دولت های امروز تو یک حساب بانکی داشته باشی و داخل حساب بانکی تو پول داشته باشی اما اجازه ایران نداشته باشی که چه مقدار پول بتوانی بکشی واقعا چین سیستم مالی است که ما امروز داریم و دلیلی که دولت نایجریا میگه ما خواسته می کار انجام بدیم این که توسعه سنترال بانک دیشتال کارنسی پول دیجیتال بانک مرکزی را توسعه بده یعنی مردم بیشتر شروع به استفاده پول دیجیتال بانک مرکزی کنه پولای کاغذی رو دیگه کم کم از بین ببریم گم کنیم خب چیزی که 100 درصد دو سال بعد دیگه برای تمام دولت ها اتفاق میفتن اما با گذشت زمان در کوتاه مدت سی برای بازار ارزهای دیجیتال برای ما و شما خوب نیست اما با گذشت زمان مردم میفهمه که قدرت دیسنترالیزیشن غیر متمرکز و متمرکز بودن چی هستن یعنی هر کاری بدیره که فعلا دولت ها با سیستم مالی امروز انجام بدن فقط اشخاص بیشتر از خواب بیدار میکنه که ما نیاز به یک سیستم مالی بدون سانسور نیاز به یک سیستم مالی غیر متمرکز داریم و او طرف دیگه صرافی که دادایو یکی از صرافی های تقریبا متوسط مارکت اعلام کردن که ما 100 میلیون دلار آماده داریم برای حمایت مالی صرافی ها پروتکل هایی که در حال حاضر نیاز به پول داره شما میدانید بعد از اینکه صرافی FTX ورشکسته شد خیلی از پروژه های ارزی تال سنرافی پروتکل ها, ها را با مشکل مالی روبرو کردن تونه خبر خوب برای مارکت باشه و او طرف دیگه کمپانی که تتر را ساخته کمپانی که دومین استیبل کوین بزرگ مارکت تر ساخته اعلام کردن که ما میخوایم به زودی نسخه دیجیتال پولی چین را روی بلاکچین چین تورون راندازی را کنیم میتونه خبر خوب اول برای تورون باشه تورون فعلا روی 5 سنت هست ولی خبر خوب میتونه برای مارکت هم باشه فکر نمیکنم خیلی زیاد ولی ببینیم که راه نسخه دیجیتال پول چین روی بلاکچین چین چه چی فایده ای را میتونه برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشه ناگفته نمانه که همین الان نسخه دیجیتال پول چین داخل خود کشور چین فقط داخل خود کشور چین استفاده میشه چین اولین دولتی بود که پول دیجیتال بانک مرکزیشون را اندازی کردند جوردان بلفورد یکی از گرگان والستریت میگه که بجز از بیت کوین و ایتریوم از دیگه ارزهای دیجیتال دوری کنین دیگه ارزهای دیجیتال در حال حاضر خطرناک هستن جوردان بلفورد میگه که شانس خیلی کم برای اکثریت پروژه های ارز دیجیتال وجود داره که وقتی پس دوباره مارکت خوب بشه اینا بتنن ریکاوری بزنه پس دوباره رشد کنه و جوردان بلفورد میگه که اکثریتی پروژه های ارزی دیجیتال هیچ ارزشی نداره صفر میشه خب بذار من نظر شخصی خودم برای شما بگم جوردان بلفورد اصلا کاری به سرمایه گذاری یا حرفش سرمایه گذاری یک بزنسمن هست کارش بیشتر نتورک مارکتینگه یا من جوردان بلفورد خوب درست میشناسم فیلمش هم دیدم و چند وقت دو سال قبل دو سال قبل نه یک سال قبل در 2021 جوردان بیلفورد برای مردم میگفت که بیت کوین بخرین ارز دیجیتال بخرین بیت کوین مرا 200 هزار دلار و الان داره همچین هشدارهایی را برای مردم میده من با این هشدار جوردان بیلفورد مخالف نیستم اینکه اکثریت پروژه ارز دیجیتال واقعا ارزشی نداره 100 درصد مرا صفر میشه اما جوردان بلفورد فقط بیت کوین اتریوم میگه به درد سرمایه گذار میخوره. دیگه پروژه ارزیتال نه فکر نمیکنه میتونی باشه پروژه خیلی خوبی دیگه هم داخل مارکت هستم و او طرف دیگه رئیس همی اکسچنج یا بروکر معاملاتی بین سهام که نامش هستن آی سی ای مدرامل ای میگه که اکثریت ارزهای دیجیتال در آمریکا به عنوان سیکیوریتی قانونگذاری خواهد شد مثل سهام سهام یک سیکیوریتی هستند اگر اکثریت ارزهای دیجیتال مثل سهام داخل کشور آمریکا قانونگذاری بشه به این معنی که هر کسی به هر طریقی که خواسته باشه نمیتونه روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنه چیزی که هیچ سرمایه گذار ارز دیجیتال هیچ پروژه ارز دیجیتال نمیخواد اتفاق بیفته واقعا اینکه یک پروژه ارز دیجیتال به عنوان سکیوریتی اعلام بشه کلا میتونه باعث نابودی و سال بشه دلیلی که ریپل دو سال میشه در دادگاه آمریکا پرونده داره اینکه دادگاه آمریکا میگن ریپل XRP را به عنوان یک برای مردم فروخته مشکل اینجا چیه؟ مشکلی است وقتی تو میری در بورس آمریکا سهام مفروشی باید سهامت نزد دولت آمریکا ثبت نام کنی برایش لایسنس بگیری برایش جواز بگیری که تو حقی داری سهام شرکت دارن داخلی او کشور عرضه کنی یا نه که تالا هیچ پروژه هم دیجیتالی مثلا همچین کاری را انجام نداده که رفته باشه مثلا اون مقدار توکینی را که داخل مارکت برای خرد و فروش عرضه کرده او را در دولت آمریکا ثبت کرده باشه برای او لایسنس جواز گرفته باشه هیچ پروژه ارز تالی کار انجام نداده پس اگر دولت آمریکا اکثر ترس های مثل سکیوریتی قانون گذاره کنه به معنی که ریسک نابود شدن اکثریت ترس دیجیتال وجود داره بله حالا ببینیم که چی خواهد شد او طرف دیگه جیم کریمر یک از بزرگترین برنامه گذاران یا خبرنگاران شبکه خبری سین بی سی اکثر مردم میشناسه اونایی که حداقل داخل بورس هر دیجیتال هست خارجی ها همه رو میشناسن جیم کرمر میگه که تمام ارزهای دیجیتال تان نه بفروشیم بله میگه تمام ارزهای دیجیتال تان بفروشین و هنوزم برای فروختن دیر نستم ما صد درصد از آقا برای شما ویدیو میگیرم که همین آقا در شوری امسال یعنی قشنگ مردم مجبور به خرید ارزهای دیجیتال میکرد و الان مردم میگه که ارزهای دیجیتال تان بفروشین چی نو پیشنهاد هست برای مردم میده اکثریت مردم به گپای گوش میده اکثریت مردم برنامه های ایر روزانه میبینن میلیون ها نفر روزانه برنامه های جیم کریمر رو در توییتر خیلی مشهوره بین گذاران بازار بورس و ارزهای دیجیتال و جیم کرمر میگه ارزهای دیجیتال میتونه بره با یک وضعیت خیلی بد رو برو بشه حتی اگر شما در ضرر هم هستین بفروشین هنوز برای فروش دیر نیستم من که هرگز این انجام نمیدم تا اینجا نگه داشتم اینجا که فکر نمیکنم بفروشم یا اگه بیت کوین 50 درصد دیگه بره پایین بره به 5000 دلار منم نظر شما چیه؟ اون طرف دیگه اپل آیپود با لجر بزرگترین سخت افزار بازار ارزهای دیجیتال یک کلابریشن یک پارتینرشیپ شروع همکاری شروع کردن که منظورم اینی لجر سخت افزار داخل آیپود اپل آیپود بیارم من دقیق اینجا نفهمیدم که اینا چی کار دقیقا میخوای انجام بدن منتا لجر میخوایم با همکاری اپل آیپود ولت های سخت افزار را برای مردم گسترش بده تمام مردم خیلی راحت بتونه به این سخت افزار دسترسی داشته باشه و ارزهای دیجیتالشان همونجا به شکل غیر متمرکز نگهداری کنه یک که خبر خوب برای پالیگون ماتیک یوکوید اولین و بزرگترین پلتفرم خرید و فروش آنلاین وب تری است یعنی این مخصوص ارزهای دیجیتال است جایی که ما میتونیم با ارزهای دیجیتال در بیش از صدها کمپانی آنلاین و آفلاین چیزی خرید کنیم که اونا الان از ارز متیک حمایت میکنه اگر کسی از این پلتفرم استفاده کنه الان میتونه با استفاده از ارز ماتیک هر چیزی آنلاین و آفلاین خرید کنه بله با ارز مثل یک از ارزماتیک مثل یک پول واقعی استفاده کنه یک سری هم بزنیم به آنچین بیت کوین شاخص اس او پی ار بیت پس دوباره بالا رفته بود بله ببینیم که روان تا کجا پیدا تا کجا ادامه پیدا میکنه لنگایی که حداقل هزار تا بیت کوین داره لعنتی ها بازم دوباره کم فروختن فروش اینو یک ای مقدار برای من نگران کننده هسته اونایی که حداقل هزار تا بیت کوین دارن کار خاص انجام ده هزار تا بیت کوین دارن کار خاص انجام ندادن اونایی که حداقل 100 تا بیت کوین دارن کوچی خرید کردن وارزی تریوم داخل صرافی ها اتفاق خاصی پیش نیامده اما خروجی بیت کوین از صرافی ها به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده اگر ما بریم روی تایم آل او مقدار بیت که الان از صرافی خروج داده میشه تا در گذشته برای بیت کوین اتفاق نیفتاده بودن حتما ویدیو لایک کنین کامنت بنویسین کانال سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای آینده کانال بیخبر نمانین تا ویدیو بعد خدا نگهدار